حالا سوالی که ما از اهل سنت داریم اینه وقتی عمر داره میگه بیعت با ابو بک یه کار بیریشه و اساس بوده پس شما چرا دیگه معتقد به خلافت ابو بک هستی؟ این حرف عمر بالاترین دلیل بر بطلان خلافت ابو بکه سال دیگه این عمری که میگه خلافت ابو بک بیعت با ابو بک یه کار بیریشه و اساس بوده خود این عمر اگر توسط همین خلیفه رو کار بیاد آیا این هم کار بیریشه و اساس هست یا نه؟ بلا آقا چون عمر طبق وصیت ابو بک رو کار اومد پس خلافت و عمر هم میشه باطل و در این فاصله کوتاه بطلان خلافت اینا رو با دو دو تو چهارتا من ثابت کردم حالا عثمان رو چیکارش کنیم آقا؟ بله؟ چیکارش کنی؟ حالا برات میگم الان شیعه میگوید امام رو باید خدا تعیین کنه نه مردم لذا در هر کجا که سخن از جعل خلیفه به میان میاد خدا نسبت داده به خودش انی جاعل فی خلیفه و جعلناهم ائمت یهدون به امرنا پس نسب خلیفه جعل خلیفه مربوط به خداست نه به مردم اما اهل سنت میگن نه پیغمبر بی وصیت از دنیا رفت کسی رو به عنوان خلیفه تعیین نکرد اگر پیغمبر بی وصیت از دنیا رفت کسی رو به عنوان خلیفه تعیین نکرد پس معلوم شد لازم نبوده که بعد از خودش برای مردم آقا بالا سر تعیین کنه حالا که پیغمبر لازم ندیده شما چطور لازم دیدید خود این یه بدعته چیزی که خدا از مردم نخواسته چیزی که پیغمبر از مردم نخواسته مردم به چه مناسبت جمع شدن رو خلیفه تراشی کردن خود این یه بدعته چون اگر لازم بود خود خدا برای مردم خلیفه رو تعیین میکرد خود پیغمبر تعیین میکرد حالا تعیین نکرده سفارش میکرد آی مردم بعد از من جمع بشید خودتون خلیفه تعیین کنید سفارش هم که نکرده خودتون هم دارید میگید پیغمبر بیوسیت از دنیا رفتی کسی رو به عنوان خلیفه تعیین نکرد خب حالا پیغمبر ابوبکر رو تعیین نکرد. ابوبکر خدایی که نبوده. خدا او رو به عنوان خلیفه قرار نداد. پیغمبرم که او رو تعیین نکرد. پس ابوبکر منتخب اعضای صقیفه بنی ساعده است. حالا سالی که ما از اهل سنت داریم اینه میگیم ما یا نه اهل سنت ملاک شما در تعین خلیفه چیه اگر میگید اجماع مردم این اجماع که در مورد ابوبکر عملی نشود چون ابوبکر منتخب اعضای سقیفه بنی ساعده است و اگر میگید ملاک در تعیین خلیفه اینه که خلیفه قبل باید او را تعیین کند این مسئله در مورد عثمان که عملی نشد چرا؟ چون عثمان را که عمر تعیین نکرد بلکه عثمان بر به شورای شش نفری رو کار اومد یعنی نه اجماع مردم در مورد عثمان عملی شد و نه عمر او رو به عنوان خلیفه تعیین کرد سنی و شیعه همه نوشتن که عثمان بر حسب شورای شش نفری رو کار آمد این تناقضگوی اهل سنت در باره تعین خلیفه بالاترین دلیل بر بطلان خلافت خلفای ثلاثه است اما شیعه میگوید خلیفه رو باید خدا تعیین کنه نه مردم خیانت بزرگی کرده به اسلام کسی که در مورد تعیین خلیفه استناد به آیات شور بکنه بابا خدا در قرآن چی میگه میگه و امرهم شورا بینهم در مورد اموری که مربوطه به خودتونه مشورت کنید یعنی چه مسئله بزنم فرض کنید که چند نفر جمع شدن میخوان در این قوم یه مسجد درست کنن این چند نفر خیر میتونن با هم مشورت کنن که آقا این مسجد و کجای قوم درست کنیم که نیازش از همه جا بیشتر باشه میتونن مشورت کنن مساحت شبستان این مسجد چقدر باشه میتونن مشورت کنن وضوخانه کجا باشد کتابخانه کجا باشد آبدارخونه کجا باشد سرویس بهداشتی کجا باشد در همه این امور میتونن مشورت کنن اما آیا در امر قبله هم میتونن مشورت کنن که آقا قبله رو رو به جنوب نسازیم رو به شمال بسازیم نمیشه امر قبله مربوطه به خداست حالا امر خلافت هم آیا مربوطه به خداست نه به مردم عرض کردم هر کجا سخن از خلافت در قرآن به میان آمده خدا نسبت داده به خودش انی جا فی الارض خلیفه خلیفه من باید در روی زمین خلیفه را تعیین کنم